سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. کار اسفالت نزدیک به 30 کیلومتر جاده در شرق دریای ولسوالی شولگری ولایت بلخ از سوی ریاست فواید عامه این ولایت آغاز شده است. عنایت الله ظفر رئیس فواید عامه بلخ میگوید هزینه این پروژه بیش از 525 میلیون افغانی میباشد که از سوی وزارت فواید عامه کشور پرداخته می شود. کار 35 پروژه جاده سازی در ولایت های گوناگون تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. سخنگوی وزارت فواید عامه با ابراز این مطلب میگوید که کار تدارکاتی 11 پروژه دیگر جاده سازی نیز آغاز شده و پس از بررسی ها به شرکت ها داده خواهد شد. و برای بحث بیشتر اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات اینجا با ما هستند و آقای رستمی خیلی هم خوش آمدید. تشکر. نباشید. آقای رستمی، این پروژه ها چه زمانه به بهره برداری سپرده شد؟ پروژه هایی که شما البته امروز از تدارکات البته باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. البته عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم و همکاران تکنیکی. البته امروز کنفرانس خبری که با مشترک با سخنگوی وزارت فواید عامه داشتیم، پروژه از اونها جداگانه مورد بهره برداری صحبت شد و پروژه ما هم جداگانه بود که شما از بهره برداری 35 پروژه وزارت فواید عامه صحبت کردین. اما میایم در مورد موضوعات امروزی. قرار از 10 پروژه سرک سازی و که حدود 129 کیلومتر سرک و 36 متر پل میشه، قراردادهایش هفته آینده توسط وزیر احیا و انکشاف دهات به امضا برسه. از جمله 10 قرارداد، 2 قرارداد بسیار مهم که به طول مجموعی 24.1 کیلومتر سرک میشه، سرک بنوی لاپولو ایسار ولسوالی اندراب قراردادش توسط تدارکات ملی منظور شده و هفته آینده قرارداد توسط رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات به امضا میرسه و کار عملی 10 پروژه‌ای که من قبلا گفتم الی اواخر ماه جاری آغاز میشه. در نشست امروزی زمینی که روی قراردادهای جدید وزارت احیا و انکشاف دهات صحبت شد، شما در جریان هستین که وزیر احیا و انکشاف دهات در هفته جاری یعنی روز شنبه به ولایت‌های بلخ و سمنگان سفری داشتند که در سفر من هم حضور داشتم. در ولایت بلخ مهمترین پروژه حیاتی و استراتژیک که در دو نشست قبلی هم در همین میز با شما صحبت کردیم در موردشان، عملا کارش آغاز شد. پروژه تنگی تاج قرغان در حقیقت وصل کننده شمال و مرکز، جنوب و مرکز به شمال افغانستان است و بسیار حیاتی است. طی سالهای گذشته این تنگی در اثر جاری شدن سیلابها بارها تخریب شد و هنوز هم به شکل موقت با گذاشتن کانتینرها این راه بر روی وسایط و تردد وسایط باز است. برای حل مشکلات مردم شمال به شکل بنیادی وزارت احیا و انکشاف دهات با کمک بانک انکشاف آسیایی چند قبل قرارداد ساخت تنگی تاج قرغان به امضا رسانید که کار عملی شنبه هفته جاری آغاز شد که هم یک مقدار از سرک ساخته میشه و هم دیوارهای استنادی ساخته میشه و هم کانال کنار سرک هم ساخته میشه. این پروژه الا 10 ماه آینده تکمیل و بهره برداری سپرده میشه. در این زمان در سفری که وزیر احیا و انکشاف دهات به ولایت بلخ داشت، چندین پروژه در بخش‌های مختلف در سکتورهای مختلف تکمیل و بهره برداری سپرده شد و در این زمان کار چندین پروژه انکشافی دیگر هم آغاز شد. وزیر احیا و انکشاف دهات از نقاط مختلف ولایت بلخ دیدن کرد، در ولسوالی خلم رفت، چندین پروژه را به بهره برداری سپرد، در کمپ سخی رفت، اوجا مشکلاتی که مردم داشت بررسی کردند و در این زمان یک پول بسیار بزرگ در اوجا مورد بهره افتتاح شد. و مهمتر از او در سفری که وزیر احیا و انکشاف دهات در ولایت سمنگان داشت، سمنگان از جمله ولایت‌های محروم و کمتر انکشافی یافته است، خوشبختانه طی 2 سال گذشته میزان تطبیق پروژه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی‌های مختلف از جمله ولسوالی در ایسوف بالا، در ایسوف پایین، رویدواب، حضرت سلطان و در این زمان ولسوالی فیروز نخشیر و ولسوالی خرم و سارباغ و مرکز سمنگان ایوک، پروژه مختلف وزارت در بخش های ترانسپورت، آب آشامیدنی صحی و در این زمان آبیاری، پروژه جلوگیری از تخریبات سیلاب ها، صحت، تعلیم و تربیه و انکشاف محل تطبیق شده.
طی دو سال گذشته تنها در برای تقویت سیستم های آبیاری و جلوگیری از سیلاب ها به دلیلی که متاسفانه یک تعداد از ولسوالی های ولایت سمنگان بخصوص مرکز سمنگان سیلاب ها زمین های زراعتی باخا و خانه های رهایشی را تهدید میکرد که 63 پروژه در بخش سیستم های تقویت سیستم های آبیاری و جلوگیری از تخریبات سیلاب ها کارش حدود دو سال قبل به ارزش 219 میلیون افغانی از کمک های بانک انکشاف آسیایی حکومت افغانستان و کشور قزاقستان آغاز شده بود که در ازمی هفته اینا هم به بهره برداری سپرده شد. در عین زمان کار 55 پروژه دیگر به ارزش بیش از 220 میلیون افغانی در سکتور آبیاری و در این زمان پروژه‌ای که جلوگیری از تخریبات سیلاب هاست کار عملیش در 6 ولسوالی ولایت سمنگان آغاز شد که تنها ولایت سمنگان و مشکلاتی که مردم سمنگان داشتند تا یک نشست وزیر هیانکشاف دهات و والی محترم سمنگان و دیگر مسئولان محلی در ولایت با اشتراک بزرگان و مردم سمنگان مشکلاتشان بررسی شد. خلاهایی که وجود داشت وزیر هیانکشاف دهات وعده داد که به این خلاها رسیدگی صورت میگیره. در آینده تلاش میشه که نه تنها در ولایت سمنگان بل در دیگر ولایت های محروم و کمتر انکشاف یافته هم توجه بیشتر شود و پروژه انکشافی بیشتر تطبیق شود. آقای رستمی، دیده شده که سفرهایی که وزیر صاحب انکشاف دهات به ولایت ها داشتن خیلی پردستاورد بوده همیش، و میخوایم این را پرسان کنیم که در این سفرهای اخیر وضعیت بد امنیتی چقدر توانسته که تاثیر منفی بگذاره روی پروژه های شما یا چقدر کارهای شما رو میتونه؟ خب بدون شک اگر واقع بینانه صحبت بکنیم، یک از چالش های فراروی تطبیق پروژه ها در یک تعداد از ولسوالی ها و قریه ها مشکلات امنیتی است، اما نمیشه به شکل کامل که پروژه ها را مانی تطبیق شوه و پروژه ها تطبیق نشوه. در بدون شک در یک تعداد از مناطق هم است که پروژه به دلیل ناامنی پروژه تا حد متوقف میشه بر یک ماه دو ماه. شما مثلا از جنگ هلمند اگر صحبت بکنیم، جنگی که در کندوز جریان داره، اینا به نحوی از اونها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم روی تطبیق پروژه ها تاثیر میگذاره. اگر ناامنی باعث نشه که پروژه ها متوقف شه، وزارت هم مجبور است به خاطر حفظ جان کارمندای خود و مسئولیت کارمندا پروژه ها را تا زمان تأمین امنیت متوقف بسازد که یکی از مشکلات فراروی تطبیق پروژه بوده. اما به صورت اساسی بالاتر از 90% پروژه ما توسط شرکت های خصوصی نه بل توسط شوراهای انکشافی در سطح قریه ها تطبیق میشه. همکاری مردم با وزارت هیانکشاف دهات فوق العاده است و این همکاری باعث شده تا پروژه به خوبی تطبیق شود و بیشتر چالش های امنیتی فرارای از این نشه که پروژه ها تطبیق نشه. من قبلا هم اشاره کردم که یک تعداد از ولسوالی ها در این قسمت مستثنا است. ولسوالی های نام مناطق نام در سفرهایی که ما به ولایت های مختلف داشتیم تا یک سال یک و نیم سال گذشته، وزیر هیانکشاف دهات در کنار معینای وزارت هیانکشاف دهات به بالاتر از 25 ولایت افغانستان سفر کرده و با توجه به زمانی که گذشته یک سفر عالی بوده، در بیشترین ولایت ها سفر کرده، عملا مشکلات مردم از نزدیک بررسی کرده. حتی در مناطق ناام ولسوالی های ناام گویا ناام جلوه داده شده یا ای که در گذشته ناام بوده، سفرهای ما داشتیم از جمله در قندهار در ولسوالی های مختلف، ولسوالی ارغنده، ولسوالی شوالیکو، دند و یک تعداد از مناطق نارام در گذشته البته نارام بوده و در حال حاضر زمینه بر تطبیق پروژه مساعد شده، ما سفرهایی داشتیم. همین گونه در دیگر ولایت هایی که ما رفتیم هم در مناطق ناامن هم پروژه مختلف تطبیق شده. در لوگر جمعه گذشته در سفری که وزیر هیانکشاف دهات داشت در یکی از مناطق ناامن پروژه تطبیق میشه، افتتاح شد. در حال حاضر کار تطبیق پروژه به خوبی پیش می رود و یکی دلیل اساسی می است که همکاری مردم وجود داره. بدون شک در هر ولسوالی، در هر ولایت، در هر قریه ای که مردم به شکل اساسی و اونطوری که نیاز است در تطبیق پروژه ها نهادهای دولتی را همکاری بکنه، هیچ گروهی نمیتونه مانع تطبیق پروژه شود. یعنی آقای رستمی، چقدر انکشاف متوازن در پروژه‌ای که شما تطبیق میکنین صورت گرفته یا در حال حاضر وجود دارد؟ خب مسئله انکشاف متوازن یا رعایت عدالت اجتماعی در تطبیق پروژه ها هم یک چالش بوده. در گذشته اگر میزان سرمایه گذاری
وزارتی که انکشاف دهات بالای 30 نفر دهاتی در 34 ولایت افغانستان بررسی شود، طوری وانمود میشه که یک تعداد از بالای یک تعداد از ولایت ها کمترین سرمایه گذاری صورت گرفته. وقتی که سرمایه گذاری کمتر صورت بگیره، به این معنی که انکشاف متوازن به اساس ماده 6 قانون اساسی صورت نگرفته، عدالت اجتماعی در تطبیق پروژه ها رعایت نشده. خب ولایت های وجود داره، متاسفانه ولایت های دایکندی، پکتیکا، ولایت میدان وردک، غزنی، غور، فرا، نورستان، اینا از جمله ولایت هایی هستند. یک تعداد از ولایت های دیگری هم که اسمش فراموش کردیم، ولایت هایی هستند که کمتر انکشاف یافته هستند، عدالت اجتماعی به معنای واقعیش رعایت نشده. در این ولایت ها میزان سرمایه گذاری بسیار پایین است. ما یک تعداد از ولایت هایی را داریم که حد اوسط سرمایه گذاری بالای 30 نفر دهاتی از 105 دلار تجاوز کرده. 21 ولایت انکشاف یافته است، حدود 7 الی 8 ولایت تقریبا در حد اوسط است و 7 ولایت دیگه هم هنوز هم عدالتی که عدالت واقعی در تطبیق پروژه ها رعایت نشده. یعنی آقای رستمی، در گذشته ولایت هایی که ناامن بوده خب روی از اونا اونقدر کار صورت نگرفته و بعضی ولایت هایی که امن هم بوده برای به گفته شما برای مردم جلوه داده شده که گویا این ولایت ها ناامن است و روی این کار صورت نگرفته. شما چی فکر میکنید که دلیل در چی بوده و حالا چقدر در این سال اخیر توجه روی این ولایت ها صورت گرفته دقیقاً؟ نه، ولایت هایی که امن بوده هیچ جایی نام جلوه داده نشده، مثلا مثل بامیان، مثل دایکندی یا مثل غور، مثل بادغیس. بل یک چرا بیشتر پروژه ها تطبیق نشده در گذشته مربوط به این است که رهبری گذشته چرا توجه نکرده. اما اگر 2 سال حکومت وحدت ملی مقایسه شد با نسبت به 13 سال گذشته، نشان دهنده یزی است که وزارت انکشاف دهات در راستای تطبیق پروژه ها مهمترین اصلی را که در نظر میگیره عدالت اجتماعی و توازن انکشافی است. در حال حاضر 5-6 ولایت یا نهایت 7 ولایت مانده که هنوز هم انکشاف متوازن رعایت نشده. این در 2 سال قبل به بالاتر از 12 ولایت بود. بله. به اساس تلاش هایی که در وزارت انکشاف دهات صورت گرفت و از تعصب مثبت نسبت به تعداد از ولایت ها استفاده شد، این ولایت ها میزان از این ولایت ها کاهش پیدا کرد. آقای رستمی، و در حال حاضر این ولایت ها کدام ولایت ها میتونه باشه؟ در گذشته تقریبا 12-13 ولایت بود: میدان وردک، لوگر، غزنی، غور، بادغیس، فرا، کنر، نورستان، دایکندی، بامیان. متاسفانه از جمله ولایت هایی بودند که کمترین پروژه انکشافی طی سالهای گذشته تطبیق شد. اما مثلا در حال حاضر بامیان 2 سال قبل نیست. میزان سرمایه گذاری در بامیان بالاتر از 15 دلار بالای 30 نفر دهاتی است، در حالی که 2 سال قبل 81 دلار بود. یعنی پیشرفت به طور نمونه و به بامیان اشاره کردم، قابل ملاحظه ما در بامیان داشتیم. یا به طور مثال در بادغیس توازن انکشافی یا معادلات اجتماعی رعایت شده. در نیمروز، مثلا در نورستان قرار است پروژه‌ای که تطبیق شود. در ولایت لوگر، انوز در ولایت غزنی، میدان وردک، ولایت فرا، ولایت پکتیکا، اینا ولایت هایی هستند که نیاز دارن تا پروژه بیشتر تطبیق شد، تا عدالت اجتماعی تطبیق شد. به طور مثال در پکتیکا تا چند سال گذشته اگر یک آمار اشاره بکنیم، میزان سرمایه گذاری وزارت از طریق تطبیق پروژه بالای 30 نفر دهاتی 37 دلار است، در حالی که یک تعداد از ولایت ها بالای 200 دلار است، یک تعداد از ولایت ها بالای 150 دلار است، یک تعداد از ولایت ها بالای 100 دلار است، یک تعداد ولایت های ما هم داریم که پایین تر از 80 دلار است. ولی پکتیکا و غزنی 36 و 37 دلار است که ظالمانه است و باید توجه شود. تا یک سال گذشته و پلان هایی که در حال حاضر وزارت انکشاف دهات روی دست داره، توجه جدی صورت می گیرد تا در این ولایت ها هم پروژه بیشتر تطبیق شد با توجه به امکاناتی که وزارت داره. طبعا اگر وزارت امکانات بیشتر نیاز میداشت، بیشتر به چه نوع پروژه ها دارن؟ خب چی فکر میکنی؟ نیاز اساسی تمام من فکر میکنم اکثریت دهات افغانستان به خدمات اساسی صحی، تعلیم و تربیه، که خب در بحث میثاق شهروندی اینا جدا شد از وزارت انکشاف دهات. وزارت خانه سکتوری زی دخل در قسمت کارهای خود انجام میده. سکتور ترانسپورت نیاز اساسیشان است، آب آشامیدنی، سکتور آبیاری و موضوعات برق، اینا نیاز اساسی مردم دهات است. خوشبختانه با آغاز برنامه میثاق شهروندی
شش خدمات اساسی بر مردم عرضه میشه و هر وزارتخانه سکتوری تلاش میکنه تا پروژه ها و خدمات اساسی رو بر مردم برسانه. خب به هر حال تا دو سال گذشته هم بیشترین تلاش رو صورت گرفته تا در ولایت ها پروژه تطبیق شد. از جمله مثلا در پکتیکا تا سال گذشته و همین سال وزارت با توجه به امکانات مالی که در اختیار داشت تلاش کرده تا حداقل خدمات اساسی رو بر مردم پکتیکا برسانه. همین طور در غزنی، ولی هنوز هم نیاز داره تا بیشترین پروژه در ولایت ها تطبیق شود. این دو ولایت تنها نیست، ولایت فرا، ولایت غور، ولایت دایکندی، میدان وردک از جمله ولایت هایی است که باید بیشتر توجه صورت بگیره و خصوصا با آغاز برنامه کاریابی دو مرحله، مرحله اولی که تطبیق شد، مرحله دومی که در نظر گرفته شده، ولایت بامیان شامل است، غور شامل است، دایکندی، فرا، این چهار ولایت هایی است که بیشتر کمتر انکشاف یافته بود جدا از بامیان، ولی خوشبختانه در برنامه کاریابی یک تعداد از پروژه حفظ و مراقبت صورت میگیرد تا حدی میتونه می توازن را این برنامه دوم کاریابی چه زمانه شروع میشه؟ مرحله دوم برنامه کاریابی قبلا آغاز شده، برای 76 هزار تن از هموطنان ما، بالاتر از 76 هزار تن در ولایت های بامیان، هرات، غور، بادغیس، فرا زمینه کاریابی کوتاه مدت مساعد میشه و بالاتر از تای چند ماه آینده 1500 پروژه مورد حفظ و مراقبت و بازسازی قرار میگیره صرف در 5 ولایت. در حال حاضر کار روی آغاز مرحله سوم برنامه کاریابی از سطح 15 ولایت به 34 ولایت افغانستان جریان داره و انشاءالله تا 2 الی 3 هفته آینده مرحله سوم برنامه کاریابی سراسری میشه، یعنی ملی میشه، در 34 ولایت افغانستان آغاز میشه. کمک های مالی کشورهای کمک کننده در این قسمت وجود داره، تعهد مالی وجود داره، کارمندا، انجینیرها، کارمندای اجتماعی استخدام شده، آموزش خود سپری کرده، راهی ولایت‌های مربوطه خود شدن. در حال حاضر در مشوره با شوراهای انکشافی قریه‌ها در جایی که پروژه کاریابی تطبیق میشه در حال مشوره هستن که چه نوع پروژه انتخاب شود، کدام نوع پروژه انتخاب شود که تاثیرات اقتصادی و بازدهی اقتصادی خوبتر داشته باشه، در عین زمان باعث ایجاد شغل شود و کسایی که فقیر هستن، کسایی که بیکار هستن در سطح قریه برایشان زمینه کار مساعد شود. این در حال نهایی شدن است و نهایت تا 3 هفته آینده کار عملی مرحله دوم کاریابی هم آغاز میشه که به آغاز مرحله دوم کاریابی تخمینایی که صورت گرفته برای بیش از 280 هزار تن از هموطنان ما صرف در مرحله سوم کاریابی در 19 ولایت افغانستان زمینه کاریابی کوتاه مدت میشه. کاریابی دوامدار است برای چقدر مدت هست؟ چند ساله؟ عموما پروژه‌ای که توسط وزارت هیان کشاف دهات تطبیق میشه و کاری که از طریق از این پروژه ایجاد میشه کارهای کوتاه مدت است. برنامه ملی کاریابی حکومت وحدت ملی در بخش‌های مختلف است، هم پروژه تطبیق میشه که زمینه کاریابی دوامدار مساعد میسازه، پروژه هم است که زمینه کاریابی کوتاه مدت یا میان مدت یا متوسطه مساعد میسازه و پروژه هم است که زمینه کاریابی کوتاه مدت مساعد میسازه. از جمله پروژه انکشاف دهات بیشتر به خاطر حل مشکلات اقتصادی مردم و اینکه نیازهای اساسیشون برطرف شود میتونه برای یک کثیری از مردم زمینه کاریابی کوتاه مدت مساعد بسازه، ولی در عین زمان با آغاز مرحله سوم کاریابی برای بیش از 1600 تن از هموطنان ما به شمول انجینیرها، کارمندان اجتماعی و کارمندان عادی زمینه کاریابی دوامدار مساعد میشه. با توجه به وضعیت بیکاری در افغانستان و تعدادی از فارغین پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی، 1600 جذب 1600 جوان در شرایط کنونی آن هم صرف بر یک وزارت یک آمار خوب و فوق‌العاده است و میتونه در حقیقت در راستای بیکاری نقش اساسی را داشته باشه. ضمن اینکه که پروژه بزرگی هم ما داریم در یک تعداد از ولایت ها که اینا زمین های کاریابی را دوامدار مساعد میسازه. به طور مثال از 3 سال به این سو کار بزرگترین شبکه آبرسانی وزارت هیئت انکشاف دهات در ولایت نیمروز جریان داره. از 3 سال به این سو برای یک تعداد کثیری از مردم زمین های کاریابی دوامدار مساعد شده. از 2-3 سال به این سو شبیه از این شبکه در ولایت بادغیس آغاز شده و در یک تعداد از ولایت های دیگر هم ما پروژه بسیار بزرگی را داریم که زمین های کاریابی دوامدار را بر مردم مساعد می سازند. خیلی کوتاه آقای رستمی، نتیجه مرحله اول این برنامه چگونه بوده؟ خب اگر روی مرحله اول برنامه کاریابی صحبت بکنیم، حداقل برای بیش از 235 هزار تن از هموطنان ما زمین های کاریابی کوتاه مدت مساعد شده و در دهات افغانستان
بعد از ختم فصل جمع‌آوری محصولات و تولیدات زراعتی، خصوصا در فصل زمستان، یک تعداد از مردم فقیر برشان زمینه کار مساعد نشده که وزارت سال گذشته در ماه جدی پروژه کاریابی خود آغاز کرد و توانست در فصل زمستان مشکلات اکثریتی از مردم، بخصوص در 3700 قریه ای که این پروژه تطبیق شد، مشکلاتشان حل بسازه و زمینه کار برشان مساعد بسازه. آقای رستمی، در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه حرفای اخیرتان هم. حرفای اخیر همی است که دغدغه اساسی که مردم یا نگرانی که یک تعداد از ولایت‌ها در قسمت برنامه کاریابی داشتن که چرا برنامه کاریابی در 12 ولایت در مرحله اول آغاز شد، در مرحله دوم در 5 ولایت افغانستان آغاز شد، چرا 19 ولایت دیگر آغاز نمیشه، و بارها در سفرهای ولایتی که ما داشتیم همین تقاضا را داشتن و در حال حاضر از طریق تریبین شما به متنان عزیز خود مژده را میتونم که به زودی برنامه کاریابی در 34 ولایت افغانستان آغاز میشه. سپاس اکبر رستمی، سخنگوی وزارت انکشاف دهات، از اینکه در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی با 75 پول، یک یورو 74 افغانی با 5 پول، یک پاوند انگلیسی 86 افغانی با 10 پول، یک درهم امارات 8 افغانی با 10 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی با 50 پول، 1000 کلدار پاکستانی 625 افغانی و 1000 کلدار هندی 1010. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2500 افغانی، یک گرم طلای سینگاپوری 2400 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2350 افغانی، یک گرم طلای عربی 2300 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1900 افغانی و یک گرم طلای روسی 1900. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 56 افغانی، یک گوریارد خارجی 1500 افغانی، یک بوری برنج خارجی 1930 افغانی، یک لیتر تیل پترول 40 افغانی و یک کیلو گاز 58. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.